میدونم که بچه کوهدشت لرستانی، به غیر از فوتسال ورزش دیگه ای هم دنبال کردی، میکنی، علاقمند هستی یا نه؟ واقعیتش خب ما تو ورزش های دیگه خب همشهری های زیادی داریم، همستانی هایی داریم که دارن ورزش میکنن و زحمت میکشن. خب فوتبال ما وحید امیری رو داریم، علیرضا بیرانوند رو داریم، محسن طرحانی رو داریم و چند نفر دیگه که حالا لیگ های پایین تر دارن بازی میکنن. خب پیگیر هستیم خدا شد، خب همه دارن زحمت میکشن و ما هم الگوهایی هستن برای ما، چه اخلاقی چه فنی. خب ظاهرا هرچی هم گفتی از پرسپولیس گفتی، من مخصوصا عمدن اسم کوهدشت و لرستان آوردم که پتانسیل اونورم با خودت بکشی در واقع برای رأی آوردن، که شما هم دست بر قضا اسمایی که گفتی پرسپولیسی، استقلالی هم رفیق و دوست و آشنا همشری داری؟ خب آره، اصلا بس الان استقلال پرسپولیسی نیست واقعیتش. نه همینجوری گفتی اسما رو گفتی، حالا من دارم به نفع تو کار میکنم، دارم میگم که از اون برم بگی بنده خدا. نه من که طرف من طرف تو هم واقعیتش استقلالی هستم. نه من الان واقعیتش استقلالی هستم. یه هیچی دیگه. آها، از بچگی هم استقلالی بودم. حالا زبر شدی یا دوستاتو پرسپولیسی گفتی، خودت هم گفتی من استقلالی هم هستم کلا. آره لرستان هم هست. نه خب فوتسالی هم هست. بفرما بفرما. نه خب علیرضا بیرانوند و وحید امیری هم خب پرسپولیسی هستن، ما همیشه براشون آرزوی موفقیت میکنیم و خیلی دوستشون داریم و پیگیر بازیاشون هستیم. از اون ور خب وقتی اینا بازی میکنن دوست داریم پرسپولیس ببره، ولی خب استقلالی هستیم در اصل. بسیار عالی. حالا که استقلالی هستی، به عنوان استقلالی، چون خودت هم به هر حال دستی بر آتش هم داری و میشه گفت کارشناس هم هستی، فکر میکنی که استقلال امسال بتونه این روند رو حفظ بکنه و قهرمان بشه، یا قهرمانی به کی میرسه امسال تو لیگ؟ خب استقلال خب از لحاظ دفاعی به نظر من فوق‌العاده بود امسال و مثلا که فرهاد مجیدی قهرمان شد، خب از لحاظ دفاعی یکی از بهترین تیم‌های لیگ بود و امسال هم به نظر من همون روند رو داره و اگه همین روند رو ادامه بده 100% استقلال قهرمان میشه. حالا خب سخت هست واقعیتش، تیم پرسپولیس و سپاهان خیلی خوب دارن کار می‌کنن، ولی به نظر من امسال استقلال با این روندی که داره و این دفاعی که داره انجام میده به نظر من قهرمان میشه. شما از اول سالونی باز و فوتسالی بودی آقا مسلم، یا مثل بعضی از ورزشکارا اینا چمنی و اینا هم بازی کردی قبلا حرفه‌ای؟ نه من واقعیتش از اول فوتسال رو شروع کردم، توی مسابقات دانش آموزی بود که اونجا من با آقای حسین شمس آشنا شدم و ایشون خیلی به من کمک کردن این مسیر که بتونم موفق باشم. و ولی خب تو شهر ما واقعیتشون زیاد تیمای پایه‌ای نداشتیم در سطح فوتبال یا با سطح‌های بالاتر. خب اون مسابقات دانش آموزی هم برگزار شد و ما تو اون شرکت کردیم و قهرمان شدیم، که تو مسیر هم با حسین شمس آشنا شدیم و اینجوری شد که ما همون روند رو ادامه دادیم.